سفر خط خبرها. افزایش شماره قربانیان همزمان با خیز سوم کرونا در ایران. 24 استان در وضعیت هشدار، برخی بیمارستان ها هم دیگر جا ندارد. پس گرفتن فرزند خوانده از خانواده مسیحی در بوشهر، دادگاه گفته این خانواده نوکیش نمیتواند سرپرست فرزند مسلمان زاده شود. همزمان با مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، اشرف غنی نخست وزیر پاکستان را به کابل دعوت کرد. و از سرگیری واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان پس از شیوع کرونا. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران با از راه رسیدن آنچه خیز سوم کرونا نام گرفته، تعداد جانباختگان این ویروس طی یک روز گذشته از 200 نفر گذشته. رعایت نکردن توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیماری و همینطور اعمال نشدن محدودیت‌ها از سوی دولت باعث وخیم‌تر شدن شرایط شده. از ایران همچنین گزارش می‌رسد که بیمارستان‌ها در بعضی از استان‌ها با افزایش شمار بیماران و کمبود امکانات روبرو هستند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. اسمش را خیز سوم گذاشتند، ولی این نامگذاری ها از تلخی چنین صحنه هایی کم نمی کند. یک خاک سپاری دیگر برای جانباخته دیگر. اینجا قم است، به روایتی مرکز شیوع کرونا در ایران، و حالا همچنان کانون شیوع، و آنگونه که مسئولان می گویند حتی به مراتب بدتر از گذشته. 120 نفر بستری ما دیروز داشتیم، یعنی آماری که واقعا برای ما بسیار غیر قابل تصور و غیر قابل پیشبینی بود. و پیک بیماران بستری روزانمون در اسفند 98 160 نفر بود. در حال حاضر حدود 550 بیمار بستری داریم و واقعا تاب‌آوری نظام سلامت الان یه مقدار مشکل شده. اما گویی ظرفیت بشر برای عادت به شرایط ناگوار باعث شده ترس مردم هم نسبت به گذشته کمتر شود. این یک مراسم مذهبی در تهران است، دو شب پیش، و این هم ازدحام جوانان در دانشگاه تهران. رها کردن همشون، با هم دارن میرن بدون رعایت هیچ گونه پروتکلی. بی‌اعتنایی به پروتکل‌های بهداشتی فراگیر است، از مسافرت‌ها گرفته تا تجمعات. خیلی از مسافرت‌ها در شهریور ما افزایش پیدا کرد و افزایش مراودات اجتماعی رو داشتیم و حالا بالاخره جاده‌های شمال و این همه شلوغی و اینها دیدیم که متعاقب اون 10 تا 12 روز بعدش آمارها بیشتر شد و بالا رفته. تعداد جانباخته ها تنها در 24 ساعت گذشته به 207 نفر رسیده. اما مشکل اصلی پر شدن ظرفیت بیمارستان هاست. ما به ازای هر 100,000 نفر اگر 3 نفر بیمار بستری داشته باشیم اون شرایط قرمزه. ولی دیروز ما به ازای هر 100,000 نفر 4 برابر اون، یعنی 12 نفر بستری داشتیم. و این کادر درمانی بیمارستان‌ها را مثل بیمارستان شهید جلیل یاسوج عصبی و خسته کرده است. بیشک عقب افتادن دستمزد پرسنل درمانی کشور پرسنل بهداشتی کمکی به آرامش و قوت قلب آنها نکرده. 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حداقل قانون کار دریافت نکرد. حدود 5000 میلیارد تومان مد نظر قرار دادیم برای دولت. پول زیادی ندارد. وزیر بهداشت نتوانسته همه 1 میلیارد دلاری که قرار بود از صندوق ذخیره ارزی برای مقابله با کرونا اختصاص داده شود را از دولت بگیرد. این روزهای سخت غم‌انگیز بگذرد. بحران مالی در کنار ماجرای روانه شدن واکسن‌های آنفولانزا به نمایندگان مجلس به بحران بی‌اعتمادی ها هم دامن زده. فاصله اینجایی که ما وایسادیم تا سد زباله چقدر؟ و این را در کنار بحران بی‌اعتنایی هم قرار دهید، فاجعه تکمیل است. حداقل ایران مثل خیلی از کشورها با یک جنبش ضد قرنطینه و تظاهرات مردم علیه پروتکل‌های بهداشتی مواجه نیست. اما رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی دست کمی از مخالفت سیاسی با چنین پروتکل‌هایی ندارد.
آنگونه که بهار امسال با هجوم ویروس کرونا به ایران همگان را درگیر کرد، امروز نیز با شروع پاییز انگار باز هم خطری فوری تر از کرونا وجود ندارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده که دادگاه تجدید نظر بوشهر حکم داده فرزند 2 ساله یک خانواده نوکیش مسیحی از آنها گرفته شود. در حکم دادگاه آمده که به دلیل مسلمان زاده بودن این کودک، خانواده مسیحی نمیتواند سرپرستی او را بر عهده داشته باشد. مریم فلاحی و سام خسروی فرزندشان را از زمان نوزادی به صورت قانونی به فرزندی قبول کردند. تیر امسال آنها جزء 7 نوکیش مسیحی بودند که به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شدند. ماموران امنیتی خانم فلاحی را تهدید کرده بودند که فرزندش را از او جدا می کنند. منصور برجی مدیر سازمان ماده 18 که در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان در ایران فعالیت می‌کنند، از شهر اسلو در بریتانیا با ما هستند. آقای برجی، چقدر مسئله نوکیشان مذهبی در قوانین ایران شناخته شده است و اونا حق و حقوقی دارن؟ بله، سلام میگم خدمت شما و بینندگان محترمتون. قانون اساسی جمهوری اسلامی 3 دین مسیحیت، یهودیت و زرتشتی رو به عنوان ادیان رسمی غیر از اسلام به رسمیت میشناسه، اما هرچند رسمیت شناختن این 3 گروه مانع از یه سری قوانین تبعیض آمیز در قوانین جاری کشور نیست، اونا وجود دارن و کماکان اجرا میشن، ولی نوکیشان مسیحی و یا کسانی که به اختیار خودشون دینی رو انتخاب میکنن، اونها با نگاه های فقهی که میشه و نگاه امنیتی که به این افراد میشه، از بسیاری از حقوق محروم میشن و به اونها نمیشه به عنوان یک اقلیتی که به رسمیت شناخته شدن نگاه کرد. اونها رو میشه در کنار بهائیان و دیگر گروه های دینی که ایران قوانین ایران اونها رو به رسمیت نمیشناسه قرار داد. این بچه با اینکه گفته شده که بیماری داره، هم دادگاه حکم داده که الان باید از پدر و مادرش جدا بشه، چقدر چنین چیزی سابقه داره در ایران که بخوان فرزندی رو از خانواده جدا کنن به خاطر اینکه پدر و مادر دینشون رو عوض کردن؟ ببینید، این پیش اومده و این فکر میکنم اون تناقض بنیادینی هست که در قوانین رسمی جمهوری اسلامی و تبیین شده است هست و قوانین فقهی که به صورت موازی در دادگاه‌های ایران اعمال میشن و قاضی در این مورد خاص، شما متن رأی دادگاه رو که میخونید دوچار یک تناقض هست. از طرفی اداره بهزیستی رسما اعلام کرده که این بچه از نظر بیماری‌هایی که داره برای ما مراقبت ازش غیر ممکنه، گفته اگر برگردونیدش به بهزیستی و تحت مراقبت ما احتمالاً تا آخر عمرش اینجا خواهد بود و آینده نامعلومی دارد. حالا اینا میگن آینده نامعلوم به خاطر نوع خاص بیماری ایشون، از بیماری قلبی داره، ایشون مشکل گوارشی داره. این زوج نوکیش مسیحی هفته‌ای 3 بار ایشون رو پیش متخصص میبرن برای اینکه کمک بکنه به بلع این قضیه. خب بلع قضا، خب معلومه که بهزیستی با تشخیص این میدونه که این در توانش نیست و بنابراین این هشدار رو در گزارشش به دادگاه داده، اما قاضی با وجود اینها به خاطر درخواست و اصرار نماینده دادستان که سپردن نوزاد مسلمان به غیر مسلمان جایز نیست، خواسته این بچه رو از اونها بگیرن. و این دکتر جالب و تأسف انگیز البته اینجا اینه که 2 فقیه و مرجع بزرگ شیعه، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صانعی، هم رأی به واگذاری این بچه به این زوج مسیحی کردن به خاطر ضرورتی که دادگاه بهش اشاره کرده، به خاطر همین که این بچه مریضه، رابطه عاطفی شدیدی بینشون و والدین این سرپرستانش ایجاد شده و جدا کردن این یک جور آزار و شکنجه نه فقط این زوج بلکه این کودکی است که آینده نامعلومی به اذعان خودشون در انتظارش. خیلی ممنونم ازتون، منصور برجی مدیر سازمان ماده 18.
امروز در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو 47 کشور جهان نقض آزادی‌ها در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که به ابتکار اعضای اتحادیه اروپا تهیه شده بود، از شجاعت مدافعان حقوق بشر در ایران حمایت و از گسترش مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و تجمع انتقاد شده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور این بیانیه مشترک را غیر قابل قبول توصیف کرده. بیشتر از حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر پرسیدیم آیا وضعیت حقوق بشر از لحاظ شکنجه و اعدام در ایران بدتر شده؟ مهمترین مسئله‌ای که در این بیانیه هم بهش اشاره شده مسئله رویدادهای آبان ماه به بعد هست و اینکه در این بیانیه به طور مشخص خواسته شده که یک کمیته حقیقت‌یاب یا تحقیقی که مستقل باشه، شفاف باشه و معتبر باشه تشکیل بشه. در مورد اعدام ها خب اعدام های پرشمار کماکان ادامه داره، مسئله اعدام کودک مجرم ها کماکان ادامه داره. ایران از معدود کشورهایی هستش که این کار رو انجام میده و هر سال انجام میده، به طور مداوم انجام میده، به اون اشاره شده و خب به اعدام شتاب زده نوید افکاری اشاره کرده، به ادامه احتمالی برزان نصرالله زاده که با وجود بیماری ها ممکنه، بیماری هایی که داره و در سن نوجوانی از نظر اونها مرتکب جرمی شده، بنابراین به اونها اشاره شده. شکنجه هم کماکان ادامه داره. خب ما شاهد انواع مختلف شکنجه هستیم، به خصوص در مورد اونهایی که شناخته شده نیستن و این بیانیه به طور کلی لحنی رو داره که به شدت نگران هست نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران در مجموعه خودش، ولی به طور ویژه از اون با اینکه امروز در دستور در واقع نبوده یا در این جلسه در این اجلاس شورا در دستور نبوده مسائل مربوط به حقوق بشر، این کشورها ضروری دانستن که در این موضوع که برمیگرده به اینکه چه مسائلی باید مورد توجه شورای حقوق بشر قرار بگیره، مسئله ایران رو مطرح. حسن نایب هاشم توضیح میداد فعال حقوق بشر. با ادامه روند افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به بالای 28700 تومان، قیمت سکه طلا هم به بیش از 13,450 تومان رسید. بانک مرکزی ایران پیشتر گفته بود با تقویت عرضه از نوسان بازار ارز جلوگیری خواهد کرد، اما به تازگی در واکنش به التهاب در بازار ارزهای خارجی فروشندگان ارز را به برخورد قضایی تهدید کرده. شاید هوشمندی گزارش میدهد. یک سال پیش این موقع باور دلار 20,000 تومانی سخت بود. از زمانی که نرخ 20,000 تومان عادی شد، قیمت‌های بعدی به راحتی پشت سر گذاشته شد. حالا شاید در نقطه پارسال ایستاده ایم. نرخ دلار مرز خود را به 30,000 تومان نزدیک کرده و بیم آن می‌رود که اگر از این مرز عبور کند، پرواز دلار به قیمت‌های بعدی به راحتی و با سرعت اتفاق بیفتد. این وعده رئیس کل بانک مرکزی است کمتر از 10 روز پیش. وعده ورود به بازار از طریق عرضه سنگین و جلوگیری از نوسان نرخ ارز. نتیجه اقدامات بانک مرکزی هنوز در بازار احساس نشده. این نمودار تغییرات نرخ دلار از اول امسال را نشان می‌دهد. نرخی که از 16,000 تومان اول سال حالا بیش از 1.5 برابر شده. همین روند تا حدودی در بازار طلا هم حاکم است. قیمت سکه تمام بهار آزادی در پایان هفته کاری که گذشت در برخی طلا فروشی ها در بازار تهران به حدود 13,400,000 تومان رسید. به این ترتیب قیمت سکه طلا از ابتدای امسال تا مهر ماه بیش از 2 برابر شده. تحولات اخیر بازار طلا در ایران خلاف روند بازار جهانی این کالاست. افزایش قیمت دلار قیمت سکه را هم بالا برده. هرچند قیمت اونس جهانی در 3 روز اخیر کاهش قابل توجهی داشته، اما نباید فراموش کنیم که قیمت ارز در بازار آزاد هم روندی مثبت داشته که توانسته است تأثیر افت قیمت جهانی طلا را خنثا کند. قیمت سکه در آخرین روزهای تابستان افت داشت.
اما همزمان با افت شاخص بورس و محدود بودن معامله در بازار ارز، سکه با حدود 65% افزایش قیمت بیشترین بازدهی را نسبت به دو بازار رقیب داشت. قیمت ارز و طلا مانند هر کالایی تابع عرضه و تقاضاست. افت درآمدهای ارزی دولت پیرو کاهش جدی فروش نفت ایران طرف عرضه بازار را ضعیف کرده. طرف تقاضا اما روز به روز سنگین تر می شود. چرا که شهروندان ایرانی برای حفظ ارزش دارایی خود ریال را به ارز یا طلا تبدیل می کنند. همزمان نرخ بالای تورم در ایران و افزایش نجومی حجم نقدینگی باعث افت ارزش ریال می شود. در این میان تزریق ارز به بازار از معدود اهرم هایی است که بانک مرکزی برای حفظ مصنوعی ارزش ریال در برابر دلار از آن استفاده می کند. اهرمی که با محدود شدن ذخایر ارزی شاید دیگر کارایی سابق را نداشته باشد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. افزایش شمار قربانیان همزمان با خیز سوم کرونا در ایران. 24 استان در وضعیت هشدار، برخی بیمارستان ها هم دیگر جا ندارند. دادگاهی در بوشهر سرپرستی کودک را از یک خانواده نوکیش مسیحی پس گرفت. در ادامه برنامه، از سرگیری واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان پس از شیوع کرونا. عمران خان نخست وزیر پاکستان دعوت افغانستان برای سفر به این کشور را پذیرفته. آقای خان در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که در آینده نزدیک از کابل دیدار خواهد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییتی نوشته رهبران دو کشور درباره روند صلح و لزوم برقراری آتش بس گفتگو کردند. عمران خان دو سال پیش به قدرت رسید اما هنوز به کابل سفر نکرده. افغانستان و پاکستان در سالهای اخیر روابط پرتنشی داشتند. سه هفته پیش در میان نیروهای امنیتی افغان با نظامیان پاکستانی در مرز دو کشور درگیری‌های رخ داد که دست کم یک کشته به جا گذاشت. افغانستان بارها پاکستان را به حمایت مالی و نظامی از طالبان متهم کرده، اتهامی که پاکستان رد می‌کند. بیشتر در گفتگویی با قندیل عباس، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه قائد اعظم پاکستان، از او پرسیدم آیا ممکن است پذیرفتن دعوت سفر به افغانستان از طرف عمران خان تنش بین دو کشور را کاهش دهد؟ به نظر من باید روابط پاکستان و افغانستان به سمت تنش‌زدایی حرکت بکنه، چون در گذشته دیدیم که تا زمانی که روابط پاکستان و افغانستان دوستانه نباشه روند صلح در افغانستان نمیتونه ادامه پیدا بکنه. چون از گفتگوهای صلح درسته پاکستان افغانستان چه انتظاری داره از پاکستان در گفتگوهای صلح؟ به هر حال پاکستان در آغاز این روند گفتگوها نقش موثری داشته. از الان به بعد افغانستان چی میخواد از پاکستان؟ ببینید، هم پاکستان و هم افغانستان دارای انتظارات متقابل از همدیگه هستند. پاکستان خواهان آن است که سرزمین افغانستان نباید علیه منافع پاکستان مورد استفاده قرار بگیره و افغانستان هم همینطور خواهان آن است که گروه های تروریستی و گروه های معارضی که با دولت افغانستان در مناقشه هستن، اینا نباید از خاک پاکستان استفاده بکنن. ولی به نظر من تا زمانی که در سطح دولتی بین رهبران دو کشور هم آهنگی وجود نداشته باشه، این نیروهای غیر دولتی میتونن از فرصت استفاده بکنن و پیچیدگی در روابط بین دو کشور ایجاد بکنن. به نظر من روند صلحی که در دوحه قطر آغاز شده بدون نقش پاکستان نمیتونست با موافقیت آغاز بشه و امریکا و افغانستان نقش پاکستان رو پذیرفتن و الان نوبت پاکستان هم است که در این زمین نقش مثبت رو به طوری ایفا بکنه که برای مردم افغانستان ملموس باشه.
مسئله آتش‌بس الان برای افغانستان مهمه. چقدر میتونه پاکستان به طالبان فشار بیاره برای اینکه طالبان قبول کنه که آتش‌بس کنه، دست کم تا زمانی که گفتگوها ادامه داره، تا اینکه بتونن به توافقی برسن؟ ببینید، در گفتگویی که امروز بین عمران خان و رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته، نخست وزیر پاکستان بر این نکته تاکید کرده که تمامی گروه های افغان باید در روند صلح نقش مؤثری داشته باشند و از این روند باید حمایت بکنه، و ایشون گفته که پاکستان هم از این روند حمایت میکنه، چون با توجه به اینکه بعضی از گروه ها خواهان آن هستند که قبل از رسیدن به نتایج نهایی در افغانستان باید آتش بس صورت بگیره، ولی طالبان یه سری تقاضاهایی دارن که باید اونا هم در نظر گرفته بشه. ترکیه دستور بازداشت 82 نفر را به اتهام مشارکت در اعتراضات 6 سال پیش به طرفداری از کردها صادر کرده. در این اعتراضات بیش از 30 نفر کشته شدند. در بین بازداشت شدگان شماری از شهرداران و نمایندگان سابق پارلمان از حزب مخالف دیده می‌شوند. حزب دموکراتیک خلق‌ها این دستگیری‌ها را انتقام‌جویانه و تلاش دولت ترکیه برای تسویه مخالفان دانسته. در گفتگویی که پیش از این با حسام دستپیش، استاد دانشگاه علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل از بروکسل داشتم، از او پرسیدم چرا حکم بازداشت این افراد پس از 6 سال صادر شده. اون چیزی که اتفاق میفته در حقیقت در ترکیه، آقای اردوغان سعی میکنه در حوزه سیاست خارجی به دنبال نیو عثمانی بره، به این معنا که در سوریه، در عراق و در حوزه مدیترانه تصوراتشو پیگیری کنه. در حوزه داخلی هم طبیعتاً اینو بازگشت به کمالیزم در اونجا وجود داره. در این حوزه هم طبیعتاً همواره پرسش کرد یکی از مسائلی بوده که در سیاست داخلی ترکیه مطرح بوده. اما اونچه که باعث شده در حال حاضر این مسئله دوباره به اصطلاح اهمیت پیدا کنه، برمیگرده به مسائلی است که چندین ساله که آقای اردوغان در تلاشه که حزب دموکراتیک خلق‌ها و اساساً پرسش کرد رو تبدیل به موضوعی کنه که با فرمول آکپه یا با فرمولی که دولت در ترکیه مد نظر داره اداره بشه، اما تا به امروز موفق به این هم نشده. خب این مسائل دستگیری هم خب طبیعتاً به این برمیگرده که اون سازماندهی لازمی که این حزب میتونه در حوزه کردستان یا در حوزه به اصطلاح نیروهای مترقی در ترکیه ایفا کنه، و همین دلیل هر از چندگاهی تلاش میکنن که نیروهایی که توان سازماندهی و امکان سازماندهی رو در عرصه میدانی دارن به نوعی سرکوب کنن یا زندانی کنن. از طرفی دولت ترکیه گفته که این افرادی که بازداشت شدن مردم رو دعوت کرده بودن به انجام اقدامات تروریستی و با گروه PKK در ارتباط بودن. خب ببینید، دولت ترکیه یا اساساً دولتایی که در منطقه وجود دارن همیشه به دنبال یک نوع استدلالی هستن، حالا این استدلال تجزیه طلبی باشه، حالا این استدلال ترور باشه، حالا این استدلال مخالفت با خدا یا هر عنوان دیگه‌ای باشه، این استدلال‌ها رو مطرح می‌کنن تا اینکه جامعه با به اصطلاح نیروهایی که وفادار به اونها هستن رو قانع کنن، به این معنا که این نیروها باید از بین برده بشن یا از توان اونها کمتر بشه. به همین دلیل مسائلی که در ترکیه به وجود میاد منشعب از اون نوع گفتمان است که در سطح ترکیه تا به امروز یکی از مشکلات عمده ای بوده، به این معنا که آنچه که فارغ از به اصطلاح گفتمان رسمی است میتونه در قالب ترور، در قالب تجزیه طلبی و غیره معنا پیدا کنه. به همین دلیل که این اتهام میتونه همواره مسئله مهمی باشه برای اینکه بتونه مخالفان رو از صحنه به اصطلاح کنار گذاشت. انتظار چه سرنوشتی میره برای این افرادی که بازداشت شدن؟ خب انتظار حقیقتش بستگی به این داره که معادلاتی که آقای اردوغان در حوزه سیاست خارجی و در حوزه سیاست داخلی برای خودش تصور میکنه به چه سمتی هدایت بشه یا به چه سمتی بره. اگه در حوزه سیاست خارجی آقای اردوغان بتونه امکانی رو پیدا کنه که خودش رو قهرمان در این بازی بدونه، خب طبیعتاً تأثیر بر فضای داخلی خواهد داشت و امکان این که ما یه نوع گشایشی رو در مسائل داخلی حداقل به نسبت پرسش کرد داشته باشیم تقریبا امکان پذیر نخواهد بود. اگر در حوزه سیاست خارجی با مشکلاتی مواجه بشه از طرف ایالات متحده یا مخصوصا اروپا، اون موقع است که مسائل داخلی مطرح میشه و اولویت پیدا میکنه، که در اون زمانی که احتمال این میره که
آقای اردوغان از نزدیکی به اصل جهپه یا نیروهای اولترا یا رادیکال ناسیونالیست ترک فاصله بگیرن و کم کم به حوزه دیگه بیان. اما در مجموع با توجه به تحولاتی که در پیش رو داریم، من فکر نمی کنم که آقای اردوغان فعلا اون امکان را داشته باشه که بخواد گشایشی در داخل ترکیه داشته باشه. این روزها در پاکستان اولین برنامه واکسیناسیون فلج کودکان در دوره بعد از شیوع کرونا در حال اجراست. پاکستان و افغانستان از معدود کشورهای جهان هستند که هر سال مواردی از آلودگی کودکان به نوع وحشی ویروس پولیو که عامل بیماری فلج کودکان است را گزارش می‌کنند. مقامات بهداشتی پاکستان امیدوارند که این هفته 40 میلیون کودک را در برابر این بیماری واکسینه کنند. اما بدگمانی بعضی از خانواده‌ها و شیوع خرافات مانع بزرگی در این راه است. سکندر کرمانی از پیشاور گزارش می‌دهد. قطره به قطره، خانه به خانه، اینجا خط مقدم نبرد برای نابودی فلج اطفال است و مردانی مسلح برای محافظت از ما. ده ها کارمند مبارزه با فلج کودکان در پاکستان به دست شبه نظامیان کشته شدند. حالا هرچند تعداد حملات کمتر شده، اما خطر همچنان باقی است. چالش جدیدی هم به میان آمده، ویروس کرونا. کارزار واکسیناسیون اواخر اسفند پارسال متوقف شد و همه کارمندان به برنامه مقابله با کرونا پیوستند. حالا آنها دوباره کار خودشان را از سر گرفتند. اواخر تابستون اولین برنامه محلی واکسیناسیون بعد از شیوع کرونا را راه انداختیم. می ترسیدیم کرونا بگیریم. مردم محل هم همینطور، به همین دلیل با ما همکاری نمی کردند. حالا خیلی بهتر شده. اینجا شهر پیشاور است، در شمال پاکستان و در فاصله ای نه چندان دور از افغانستان. تنها کشورهایی که همچنان با نوع وحشی ویروس فلج اطفال دست به گریبان هستند. حتی پیش از کرونا هم کارزار ریشه‌کن کردن ویروس فلج کودکان در پاکستان طبق برنامه پیش نمی رفت. شاهدش افزایش شدید تعداد ابتلا در دو سال گذشته. در تمام دنیا تلاش‌های فراوانی برای از بین بردن بیماری شده، اما اینجا باور به تئوری‌های توته همه چیز رو مشکل کرده. ویدیویی که پارسال به صورت گسترده پخش شد. این مرد ادعا می‌کند که این بچه‌ها بعد از واکسینه شدن بیهوش می‌شوند. البته مشخص است که صحنه‌سازی مضحکی است، اما همین ویدیو پیامدهای جدی داشت. اینجا مردان خشمگین به یک کلینیک در پیشاور حمله کردند. اما افرادی هم هستند که برای مقابله با این شایعات دست به کار شدند. مانند کفایت الله آخونزاده، معلم بازنشسته و عالم دینی. بعضی ها فکر میکنن واکسن بچه هاشون رو به خطر میندازه. به شایعات گوش میدن. اما ما اونا رو قانع کردیم. نظر علمای دینی رو نشونشون دادیم که میگن این فقط داروست. خطری نداره. کفایت الله سعی میکند این خانواده رو راضی کند تا بچه هایشان واکسینه شوند. اما فضا متشنج میشود و به ما اخطار میدهند که فیلم برداری را متوقف کنیم. ولی در نهایت آنها موافقت می‌کنند که به فرزندانشان واکسن بزنند. برای بعضی‌های دیگر اما خیلی دیر شده. این بچه 4 ساله اوایل امسال به فلج اطفال مبتلا شد. حالا تقریبا تمام بدنش بی حرکت شده. با این حال هنوز هم پدر بزرگش به این بیماری باور ندارد. او میگوید نمیدانم فلج کودکان است یا نه، اما اگر از ملا بپرسم میگوید همه دکترها دروغگو هستند. این کارمندان بهداشت اما به راه خودشان ادامه می‌دهند. در روزهایی که پاکستان سرگرم نبردی سخت با بیماری فلج کودکان است. سکندر کرمانی، بی بی سی نیوز، پشاور. ممنون که با ما همراه هستید.